سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز رامین گلستانیان فیزیکدان ایرانی برنده جایزه هلوک سال 2014 شد این جایزه به دانشورانی تعلق میگیرد که آثاری برجسته در زمینه فیزیک تجربی یا فیزیک نظری خلق کرده باشند رامین گلستانیان که دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است همکنون در بریتانیا به سر میبرد و استاد فیزیک دانشگاه آکسفورد است این جایزه روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه طی مراسمی در پاریس با آقای گلستانیان اعطا خواهد شد روزنامه آمریکایی واشنگتن پست میگوید یک عکاس خبری که همراه جیسون رضاییان خبرنگار این نشریه در تهران و همسرش یگانی صالحی بازداشت شده بود به قید وسیقه آزاد شده است به گزارش واشنگتن پست وزارت خارجه آمریکا نیز میگوید برای آزادی آقای رضاییان با مقام های ایرانی گفتگو شده است خانم صالحی همسر آقای رضاییان شهروند ایران است ماری هارف سخنگوی کاخ سفید تایید کرده مذاکره در مورد وضعیت جیسون رضاییان در دستور کار هیئت مذاکره کننده آمریکایی با فرستادگان ایرانی در ژنو بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید مانع استفاده از نام ایران به عنوان تهدید امنیتی شدیم. آقای ظریف در برنامه زنده شبکه 5 سیما گفته است برخی دولت ها مدعی بودند که ایران مذاکره را ادامه می دهد تا وقت بخرد اما ما این فضا را در مذاکرات با پایبندی به تعهدات شکستیم آی ظریف همچنین خبر داد رفتن گروه پنج به علاوه یک به شورای امنیت و برداشتن تحریم ها از جمله اقداماتی است که در متن توافق خواهد آمد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که به اردبیل سفر کرده میگوید تحریم ها همچنان ادامه دارد صدا و سیما حاضر نیست خدمات دولت را گزارش کند و مردم می دانند چه جریان ها و افرادی دولت را اذیت می کنند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری آقای روحانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل با تاکید بر اینکه کارهای بسیار بزرگی به رغم تحریم ها در کشور انجام شده است افزود رسانه ملی حاضر نیست خدمات دولت را برای مردم تبیین کند و دولت از لحاظ تبلیغاتی دستن هاست. وی با اظهار تأسف از اینکه خدمات دولت برای مردم بیان نمی شود گفت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید داشته که دولت خدماتش را به مردم بگوید و رسانه ها باید خدمات دولت را برای مردم تشریح کنند. آقای روحانی تصریح کرد درباره اینکه چرا نمیگذارند همه خدمات دولت برای مردم تبیین شود به موقع سخن خواهم گفت پیش از این نیز برخی از اختلافات بین دولت و صدا و سیما علنی شده بود در اسفند ماه سال 1392 و پس از تأخیر در پخش مصاحبه زنده ای آقای روحانی از تلویزیون علی متحری نماینده مجلس گفت که عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما برای در تنگنا قرار دادن دولت از سوی محافل خاصی تحت فشار است آقای روحانی در ادامه سخنان خود گفت چرا صندوق بینلی پول و بانک جهانی و رسانه های خارجی باید بگویند که کار دولت ایران در اقتصاد در تاریخ کشورهای در حال توسعه کم نظیر بوده و چرا صدا و سیما نگوید وی با بیان اینکه مردم به من میگویند میدانیم چه کسانی و کجاها و چرا شما را اذیت میکنند اضافه کرد مردم تنها گوششان به رادیو و یا چشمشان به تلویزیون نیست و چشم و گوش آنان خیلی وسیعتر میبیند و میشنود. در ماهای گذشته برخی از مسئولین دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس به پخش مستند من روحانی هستم در فروشگاه های سروش و وابسته به صدا و سیما اعتراض کرده بودند. من روحانی هستم به نقش آقای روحانی در وقایع مهم سه گذشته جمهوری اسلامی پرداخته شده است. محمد باقر نوبه سخنگوی دولت روز دهم اردیبهشت ماه این مستند را اثری مغرضانه و قابل پیگیری قضایی خوانده بود. آقای روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به دو وظیفه رئیس جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را مهمتر از ریاست قوه اجرایی کشور دانست و افزود زمانی که خواستم انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تأخیر انجام می گیرد به اظهار داشت اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود در دولت های گذشته نیز نظارت رئیس جمهوری بر اجرای قانون اساسی مورد مناقشه دولت و نهادهای دیگر جمهوری اسلامی بوده است. شورای نگهبان در تیر ماه سال 1391 در پاسخ به درخواست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه اعلام کرده بود که ریاست جمهوری در مورد نظارت بر مجلس خبرگان شورای نگهبان مجمع تشخیص مسلحت نظام، قوه قضایی و مجلس شورای اسلامی مسئولیتی ندارد. رئی جمهوری اسلامی تصریح کرد وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه و یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می کند ممکن است برای آن نهاد و یا دستگاه خوشایند نباشد. اما این وظیفه ری جمهوری است. و من به وعده به مردم عمل خواهم کرد و در این چیز نمیتواند مانع شود آقای روحانی افزود مردم رأی ندادند که رئیس جمهوری رئیس دستگاه اجرایی باشد رأی دادند که اول مجری قانون اساسی باشد مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس جمهوری است حسن روحانی در دو هفته گذشته انتقادهای تندی متوجه مخالفان و منتقدان محافظ کار خود کرده که نتیجه یکی از همین حملات نیز منجر به رأی مجلس به استیزاه وزیر علوم شد. تنش میان حسن روحانی و محافظ کاران تون رو در یک ماه اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته و نسبت به گذشته تر شده است. معلوم نیست که رئیس جمهوری اسلامی به این درش هم عمل کند و همچون تهدید افشای بورسی های غیرقانونی دوران احمدی نژاد در آخرین لحظه عقب نشینی کند یک مقام مسئول در فرمانداری تهران اعلام کرده در یک ساختمان قدیمی در خیابان شهید فکوری مقادیر قابل توجهی مهمات مستحلک پیدا شده است. علی از قره ناصر بخت معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است این مهمات پس از آن کشف شد که چاه این ساختمان قدیمی ریزش کرد آقای ناصر بخت به نوع مهمات کشف شده اشاره نکرده اما گفته این مهمات در چاه پنهان بوده و به صورت غیر مجاز نگهداری می شده است حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران نیست در این خصوص گفته بررسی های کارشناسان نشان داده که این مهمات متعلق به سال 1935 یعنی 79 سال پیش است. به گفته احتمال می روید این منطقه انبار مهمات در جنگ جهانی دوم بوده است. بررسی ها برای کشف چرایی و همچنین یافتن گلوله های احتمالی دیگر ادامه دارد. علی بهبهانی درباره وصیت مادرش سیمین بهبهانی مبنی بر خاک سپاری در جوار همسر و نوهش در امامزاده طاهر کرج گفت متاسفانه این امر مقدور نشد در این خصوص فریبرز رئیس دانا از اعضای کانون نویسندگان در مطلبی در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد نسبت به خاکسپاری پیکر سیمین بهبهانی در بهشت زهرا اعتراض کرده و آن را ناشی از فشارهای دولتی دانسته است فریبرز رئیس در متنی که در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده اعلام کرده است کانون نویسندگان ایران با دفن پیکر سیمین بهبهانی غزل بانوی شعر ایران در بهشت زهرا برخلاف وصیت او مخالف است آقای رئیستانا گفته وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ترفندهایی تلاش کردند کانون نویسندگان ایران را از مراسم تشییع سیمین بهبهانی حذف کنند وی خطاب به سیمین بهبهانی نوشته است دو وزارت پیام میآورند و در رسانه ها هم ظاهر می شدند تا همزادی نام تو و کانون نویسندگان را بزودایند سیمین بهبهانی وصیت کرده بود که در امامزاده تاهر کرج دفن شود پس از مخالفت شهرداری استان البرز با اجرای وصیت سیمین بهبهانی علی بهبهانی فرزند وی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود پیکر مادرم صبح جمعه 31 یکم مرداد ماه ساعت 9 صبح از مقابل تالار وحدت تشیی می شود و در مقبره خانوادگی ما در بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. او همچنین گفته بود برگزار کننده این مراسم خانواده سیمین بهبهانی است. فریبرز رئیس اکنون می نویسد متاسفانه زور ما نرسید به فرزندانت یادآور شویم شعن پرکرامت و آزاده و مستقل تو را. تو بودی که گفتی مبادا مرا به امامزاده تاهر نبرید مبادا بیاوریدم در این بهش زهرای عزازده و مبادا از جلوی این تالار دولتی آبرو باخته را هم بیندازید فرزندان نازنینت این را خوب می دانستند. تمام تلاششان را هم کردند اما ناگهان تسلیم شدند رئیس همچنین خبر می داد که ظاهرا سخنرانان در مراسم تشییع سیمین بهبهانی تعیین شدند از کانون نویسندگان کسی اجازه سخنرانی در این مراسم را ندارد. به گفته ای آقای رئیس دانا قرار بوده مراسم تشییع سیمین بهبهانی از مقابل منزل او در تهران انجام شود. پیشتر این عضو کانون نویسندگان ایران به خبرگزاری ایسکانیوز گفته بود شهرداری استان البرز اجازه دفن سیمین بهبهانی در امامزاده تاهر را نداده و متولیان قبرستان امامزاده تاهر به او گفتند میگویند امامزاده تاهر جای دفن نویسنده و شاعر و مطرب نیست در همین حال محمد تقی ایرانی فرماندار کرج گفته است به دلیل نبود قبر در امامزاده تاهر سیمین بهبهانی در این مکان مقدس دفن نمی شود به گفته همچنین مرحوم بهبهانی نه اهل کرج بوده و نه در این شهرستان وفات کرده و اینکه در استان البرز و شهرستان کرج دفن شود معنی ندارد در امامزاده تاهر کرج دوستان این نویسنده و شاعر بزرگ از جمله کسانی چون احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، محمد مختاری، جعفر پوینده، غزاله علیزاده و مرتزا هنانه به خاک سپرده شدند. فریبرز رئیس دانا نامه سرگشادهاش را با ودا با سیمین بهبهانی به پایان میبرد و میگوید کانون نویسندگان در مراسم تشییع او برخلاف وصیت خانم بهبهانی شرکت نخواهد کرد به می نویسد من و تقریبا همه دوستان کانون به انتخاب خودشان با تو از همینجا بدرود می گوییم و به احترام نام بلندت که خاتون قزل آزادی و از سرداران کانون نویسندگان ایران بودی در مراسم تطفین و هیچیک از مراسم تحمیلی ریاکارانه از این دست شرکت نخواهیم کرد سمین بهبهانی بامداد سشنبه 28 مرداد ما در سن 87 سالگی بر اثر ایست قلبی و تنفسی در بیمارستان پارس تهران درگذشت. او از 15 مرداد ماه به اغما رفت و در بخش مراقبت ویژه بیمارستان بستری بود. خانم بهبهانی از مدافعان آزادی بیان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در دوره نخست فعالیتش پس از انقلاب بهمن 57 بود. خانم بهبهانی همچنین از جمله مدافعان حقوق زنان در ایران به شمار می رفت و در فعالیت ها و تجمع های اعتراضی مختلف زنان ایرانی در راه دستیابی به خواستایشان شرکت می کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به برخی گزارش های منتشر شده درباره اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره همکاری با آمریکا در عراق اشاره کرد و گفته این گزارش ها غیر دقیق بودند خانم هارف گفته است منظور وزیر خارجه جمهوری اسلامی همکاری با ایران در مسئله مربوط به راکتور عراق بوده است و نه عراق در همین حال مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته است چنین موضوعی طرح نشده و اخبار منتشره در این زمینه بی اساس است پیشتر به نقل از ظریف اخباری در برخی خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر اینکه ایران با آمریکا در عراق و در ازای رفع تحریم های ایران در شورای امنیت همکاری می وزیر خارجه فرانسه از کشورهای منطقه خواست علیه گروه تروریستی داعش واکنش نشان دهند جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاید خبرنگار ما از پاریس در پی خبرهای شنیده شده چه در مورد سوریه و چه در مورد عراق وزیر خارجه فرانسه آقای لوران فابیوس از تمام دول منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران خواست که تا به طور مشترک علیه دولت اسلامی در عراق واکنش نشان بدهند البته تهران میگوید در این رابطه به کردها در عراق کمک کرده است و بنیادهای کمک رسانی دیگر هم میگویند که آنها به نیم میلیون پناهنده در شمال عراق یاری رسوندن همین دیروز فرانسه سومین محموله کمک رسانی خودش رو که 21 تن بود به بغداد فرستاد و باید گفت که این کمک رسانی ها از 15 ماه اوت به این سو یعنی حدودا یک هفته نزدیک به 58 تن بوده که با سه هواپیما به اربیل عراق فرستاده شده از طرف دیگر معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که ما همزمان هم به دولت عراق و هم به کردستان عراق توصیه های سیاسی داشتیم و آماده ایم برای کمک رسانی البته اگر لازم باشد اسلحه هم میفرستیم از سوی دیگر آلمان برخلاف سنت های شناخته شده و حتی بر خلاف افکار عمومی مردم دولت گفته که تسلیحات نظامی برای کردها به عراق خواهد فرستاد در این میان نشریه لوریان دوژور می نویسد که خطر جهادیان تا آنجاست که به زودی عربستان و جمهوری اسلامی ایران به گفتگو در همین زمینه خواهند پرداخت و همکاری خواهند کرد به خصوص که به نوشته همین نشریه به خواست عربستان تهران نوری المالکی نخست وزیر پیشین اراق رو رها کرد البته مقامات آگاه در تهران گفتند که چنین نیست و مالکی خودش از طرف حزب و سایر دولتیان در کشورش مورد انتقاد قرار گرفته بوده و ما برخلاف میل مردم اراق گامی بر داریم البته آقای مسعود بارزانی چند هفته پیش گفته بود که چنانچه آقای مالکی بار دیگر در همین مقامش به کار گرفته بشه او استقلال کردستان رو اعلام خواهد کرد البته در پایان نشریه لوریان دوژور نتیجه گرفته که در حال حاضر به نظر میرسد که حکومت تهران برای نزدیکی به عربستان بشار اسد رو رها نخواهد کرد به خصوص که اسد با خشونت تمام موفقیت های نظامی تازه‌ای پیدا کرده و ارتش کشورش رو در ماه‌های اخیر یک پارچه نگه داشته. اینجا در پاریس همانطور که دیروز هم گفته شد آقای اولاند در صدد برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد جهادیون و پایاندهی به خشونت آنهاست و از طرف دیگر آقای اوباما هم بعد از قتل روزنامه‌نگار جیمز فولی گفت که جامعه جهانی باید با پدیده این نوع حکومت ها که وی اون رو نوعی بیماری سرطان جامعه و بشریت مقایسه کرده بود مبارزه کنند پاریس تلویزیون ایران فردا در موج جدید حملات هوایی ایالات متحده به نیروهای داعش در شمال عراق دست کم 35 نفر از اعضای این گروه تروریستی کشته شدند این حملات پس از اصل خبرنگار آمریکایی توسط داعش صورت میگیرد به گزارش خبرگزاری آلمان جنگنده های آمریکا در حملاتی در استان شمالی نینوا علاوه بر خسارات جانی که به افرادگران داعش وارد آورده اند، هفت فرمند خودروی زرهی آنها را نیز از بین بردند تشدید حملات آمریکا به داعش در حالی صورت میگیرد که این گروه تهدید کرده است در صورته عدم توقف این حملات دیگر گروگان آمریکایی خود را به قتل خواهد رساند نیروهای داعش به تازگی ویدیویی در اینترنت منتشر کردند که تصاویری از قتل فجیع جیمز فولی خبرنگار آمریکایی را به نمایش میگذارد جنایتی که حامل پیامی از این گروه تروریستی برای دولت آمریکا بود که با این مضمون آمریکا باید دست از حملات هوایی خود علیه داعش بردارد ویدیویی که این گروه منتشر کرد فرد دیگری نشان میداد که استیون ساتلاف یک گزارشگر دیگر آمریکایی معرفی شده است آقای ساتلاف حدود یک سال پیش در نزدیکی مرز ترکیه در خاک سوریه ربوده شد گروه دولت اسلامی تهدید کرده است که این خبرنگار آمریکایی هم می سرنوشتی مشابه سرنوشت جیمز داشته باشد و اقدام بعدی آنها به رفتار دولت آمریکا بستگی دارد با این وجود باراک اوباما جمهوری ایالات متحده داعش را سرطان نامید و تأکید کرد که آمریکا حملات خود را به این گروه ادامه خواهد داد. در همین حال دادستان کل آمریکا اریک هولدر اعلام کرد که وزارت دادگستری این کشور پرونده جنایی در رابطه با قتل جیمز فولی تشکیل داده و در این باره تحقیق می کند. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرده بود که سازمان های اطلاعاتی آمریکا با همکاری گروهی از نیروهای ویژه این کشور ماه گذشته عملیاتی را برای نجات جیمز ولی و دیگر گروگان های آمریکایی داعش انجام دادند اما این عملیات شکست خورد جیمز ولی خبرنگار وبسایت گلوبال پست و خبرگزاری فرانسه از حدود دو سال قبل در سوریه به اسارت نیروهای داعش درآمد تا در نهایت به قتل رسید در همین حال یکی از مدیران وبسایت گلوبال پست گفته است رومندگان آقای فولی برای آزادی او درخواست 100 میلیون یورو کرده بودند به گفته فیلیپ بالبونی مدیر اجرایی گلوبال پست مسئولان این رسانه به محض طرح چنین درخواستی موضوع را به مقامات دولت آمریکا اطلاع دادند آقای بالبونی همچنین گفته است که او همراه با خانواده جیمز فلی مذاکراتی مقدماتی با ربایندگان این روزنامه نگار اما این مذاکرات پیشرفتی نداشت و ربایندگان نیز مدتها سکوت کرده بودند تا این اواخر که خبر قتل این خبرنگار منتشر شد اما به دنبال انتشار ویدیوی قتل جیمز فولی زنی ها زنیها درباره ملیت مرد سیاهپوشی که در صحنه قتل حضور دارد بالا گرفته است. این مرد انگلیسی را با لهجه بریتانیایی صحبت می کند که به این گمان دامن می زند که او یکی از دهها اسلام گرایانی است که در دو سال گذشته از بریتانیا به جبهه جنگ سوریه پیوستند. قتل جیمز فولی واکنش شورای مسلمانان بریتانیا را نیز به دنبال داشته که جمعیت بزرگی از مسلمانان این کشور را در بر میگیرد شورای مسلمانان بریتانیا با اعلام انزجار از این اقدام نیروهای داعش خواستار اتحاد مسلمانان و تلاش واحد آنان برای توقف جنایت های افراد گرایان شد. نخست وزیر جدید ترکیه گفت در صورتی که به عنوان رئیس حزب عدالت و توسعه انتخاب شوم راهی را که این حزب آغاز کرده کامل خواهم کرد به گزارش خبرگزاری آناتولی داوود اغلو افسود هر کس که علیه حزب عدالت و توسعه توطئه چینه کند بدون شک شکستی مفتزهانه خواهد خورد شب گذشته حزب عدالت و توسعه ترکیه احمد داوود اغلو وزیر خارجه این کشور را به عنوان نخست وزیر ترکیه انتخاب کرد. بنابر تصمیم اخیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه بیش از 90 درصد پناهجویان افغان ثبت نام شده در ترکیه در این کشور باقی خواهند ماند و از این پس انتقال آنها به کشور سوم منتفی خواهد بود. میستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه گزارش می داد مدت هاست روند رسیدگی به پرونده پناهجویان افغان در ترکیه به حالت تعلیق در آمد. از سال 2013 میلادی به این سو که اصولا کمیساری های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه از هیچ پناهجوی افغانی ثبت نام به عمل نیاورده و از انجام مصاحبه با اونها خودداری کرده. جدا از این مسئله اصلا بسیاری از پناهجویان افغان که با وجود اینکه سالها از ثبت نام و انجام مصاحبه اونها میگذره اما در وضعیت بلا تکلیف برای انتقال به کشور سوم هستند. این بلا تکلیفی و سردرگمی چندین ساله افزون بر فشار سنگین هزینه های زندگی و البته محدودیت های دیگه دلیلی بوده تا در طی ماه گذشته چندین نوبت این پناهجویان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد مستقر در آنکارا دست به تحسن اعتراضی بزنند یا جلسات مداومی رو با نمایندگان کمیساریای عالی داشته باشند اما نتیجه مشخصی تا کنون از این جلسات و تحسنها ها به دست نیامده هنوز هزاران پناهجوی افغان هم از زن و کودک و افراد و کوانسال هستند که از فردا و فرداهای خود بیخبرند و دقیقا نمیدونند که با چه وضعیتی روبرو خواهند بود اما اخیرا و در تازه ترین فعل و انفعالات در این زمینه نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد اعلام کردند با توجه به تصمیمات که این کمیساریا با هماهنگی دولت ترکیه گرفته تصمیم بر این شده که بیش از 90 درصد این پناهجویان برای همیشه در ترکیه باقی خواهند ماند و به کشور سوم منتقل نخواهند شد این بدان معنی است که پناهجویان افغان به جای انتقال به کشور سوم از حق شهروندی کشور ترکیه برخوردار خواهند شد گفته شده تنها کمتر از 5 درصد از پناهجویان افغان این فرصت رو خواهند داشت که به کشورهای پناهنده پذیری چون امریکا و کانادا فرستاده بشن و این فرصت هم تنها شامل موارد خاص از جمله زنان بی سرپرست یا بیماران سبول علاج خواهد این خبر اگرچه شاید پس از سالها انتظار و آوارگی چندان خوشایند پناهجویان افغان نباشه اما خب حکایت از تعیین تکلیف نسبی برای اونها خواهد داشت این هفته آقای آکیف نماینده بخش حقوقی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد با اعلام این خبر از پناهجویان افغان خواسته به فکر یادگیری زبان ترکی و یافتن فن و حرفه‌ای برای ادامه زندگی در ترکیه باشند بر اساس آخرین آمار و به نقل از مسئولان حقوقی کمیساری های عالی سازمان ملل متحد واقع در آنکارا در شرایط کنونی حدود چهل هزار پناهجوی افغان در ترکیه زندگی می که رسیدگی به پرونده این تعداد پناهجو کاری دشوار و زمانبر خواهد هرچند مسئولان کمیساری های عالی عنوان می که تعلیق در پرونده پناهجویان افغان دلیل بر این نخواهد بود که این کمیساریا حمایت خودش را از پناهجویان منتفی بکنه اما پناهجویان افغان هم در این زمینه عنوان میکنن روند رسیدگی به پرونده و شرایط اونها نسبت به پناهجویان سایر کشورها تبعیض‌آمیز بوده ترکیه تلویزیون ایران فردا ویب سایت کلمه نوشته است مسئولان قضایی به بهانه غیبت در مرخصی و برخلاف قانون زندانیان سیاسی را بیش از میزان حکمشان آنان را در زندان نگه می‌دارند به نوشته این وبسایت مهدی محمودیان بهمن احمدی امویی و مسعود باستانی ستن از زندانیان سیاسی هستند که پس از اعتراضات سال 88 تا کنون در زندان رجای شهر کرج محبوسند اما مسئولان زندان در پرونده هر سه آنها غیبت درج کرده و تاریخ آزادی آنها را به تعویق انداختند. پنج هزار کارگر سنگ آهن بافق در آستان یزد بار دیگر در اعتراض به بازداشت دو تن از همکاران خود دست به اعتصاب زدند. به دنبال تحصان این کارگران معمولان, معمولان یگان ویژه پلیس در معدن مستقر شدند. این اعتصاب کمتر از دو ماه پس از پایان اعتصاب چهل روزه این کارگران در اعتراض به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران رخ می دهد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا اعتصاب جدید 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق پس از آن صورت گرفت که امیر حسین کارگران و علی صبری دو تن از کارگران این معدن به دلیل شکایت کارفرما توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند و این نیرو قصد داشت 16 تن دیگر از کارگران از جمله حسین تشکری رئیس شورای شهر بافق را بازداشت کند اما موفق نشد یک کارگر که خواست نامش فاش نشود به ایلنا گفت که این 16 کارگر در حال حاضر در میان همکارانشان در معدن سنگ آهن باف حضور دارند. در این گزارش به جزئیات شکایت کارفرما از 18 کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی اشاره نشده است. اما در یک سال اخیر تعدادی از نمایندگان کارگران در مناطق مختلف ایران مانند اصفهان، یزد و خوزستان با شکایت کارفرما به اتهام اخلال در نظم بازداشت شدند. با این همه به نوشته ایلنا گفته می شود کارفرما در پی اعتراض سنفی چه روزه کارگران از 27 اردی بهش تا چهارم تیر از این 18 کارگر شکایت کرده است. این اعتصاب در واکنش به عرضه 28.5 درصد از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی سازی انجام گرفته بود برگزار شد. قرار بود که این سهام به شرکت فولاد خوزستان فروخته شود و کارگران خواستار واگذاری این سهام به شرکت تاونی خود بودند. پیش از این 71.5 درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافت در سال 91 به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود. در همین حال به نوشته وبسایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگاهن باف، از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. در نهایت در پی اعتصاب یک ماهه 5000 کارگر این معدن، دولت وعده داد که خواسته آنان تحقق خواهد یافت. کارگران این معدن خواسته های دیگری نیز داشتند در این ارتباط خبرگزاری های ایلنا و ایسنا نوشته بودند که کارگران خواستار برکناری مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان بودند. در همین حال به نوشته وبسایت بافخ نیوز محمد عباسی بافخی سخنگوی شورای اسلامی این شهرستان پس از پایان اعتصاب کارگران معدن سنگاهن مرکزی باف از مهلت دو ماهی کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی 28.5 درصد از سهام این معدن خبر داده بود در حالی که این مهلت چند روز دیگر به پایان می رسد خواسته اصلی 5000 کارگر سنگاهن باف تحقق نیافته است به نوشته سایت بافخ نیوز علی ربی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دیداری از بافخ که چند روز قبل از این بازداشت ها صورت گرفته بود گفت حرمت کار و کارگر برای تک تک ما واجب است و من نوکر کارگران هستم و خوشحالم که مدام پیگیری کردم و الان خوشحالم که حتی یک تو به کسی گفته نشده است در این میان او با اشاره به حل مشکلات از طریق تفاهم گفته بود شایسته است دست از زبان تهدید برداریم این نخستین بار نیست که موضوع خصوصی سازی در بافق یزد اعتراض کارگران را به دنبال داشته است به نوشته سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران کارگران در روزهای 19 و 20 اردی بهشت ماه نیز دست به اعتصاب زده بودند همچنین به نوشته سایت بافق نیوز حسین ندافیان فرماندار سابق این شهرستان هفته گذشته اشاره کرد که در سال 1379 نیز به خصوصی سازی معدن سنگ آهن اعتراض شده بود. آقای ندافیان افزود که در آن زمان وزیر وقت و معاونانش به بافق آمدند و صورت جلسه مبنی بر جلوگیری از خصوصی سازی تا زمان آماده سازی زیر ساخت ها نوشته شد اما به گفته او این موضوع تنها در قالب صورت جلسه باقی ماند. در ماهای اخیر مخالفت های از سوی کارگران برخی مناطق مانند البرز شرقی با خصوصی سازی این واحدها صورت گرفته است به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران خصوصی سازی کارخانه ها معادن و واحدهای تولیدی و سپردن آنها به بخش خصوصی به معنای تغییر کمرشکن زندگی و معیشت خانواده های کارگری است با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش